با هلیا اومدیم یا امام 20 سال هیچ کی نیومد جای ما. چقدر سخت گفتم آقا علیکم و حالتون چطوره؟ امروز با یه ویدیو سم با یه مهمون سم هستیم و قراره که از من کلی سوال جواب کنه. سوال جواب ها هم نمیدونم که سوال ها چی هستن، حالا جواب ها رو خودم باید بدم و جریمه هم داره. هر سوالی که جواب ندم باید مبلغ 140,000 تومان یک الایت هزینه کنم و به شما بدم. امیدوارم که زیاد هزینه رو دستم نتراشه. هلیا میتونی سلام کنی؟ سلام به همه، امیدوارم که حالتون خوب باشه. بچه ها به طرفدارای مهدی سلام میکنم، به بچه های یوتیوبش. امروز اومدم که کلی سوال های سم که خیلیاتون از منم پرسیده بودین و یه سری سوال هم خودم اضافه کردم اونا رو ازش بپرسیم و اگه جواب نده قرار بهتون الایت بده. انشالله که با یه الایت کار جمع شه. سوالات خوب باشه. نگاه کن، من کلن تو این دو سه سالی که دارم ویدیو میسازم همه ویدیوهام فامیلی فرندی بوده و واسه چون که رد سنی ویورای من اکثرا 50% زیر 14 سالن. سوال ناجور داشته باشی پوستتو میکنم. اوه زیر 14 آقا. اوکی بچه ها قراره همه تون الایت. پس نگاه کن هر موقع سوال چیز بود اینجوری کن که برن هدفون بذارم. اوکی خب بریم شروع کنیم. خب آقا من میخوام ساده شروع کنم. اولا که یه معرفی داشته باشیم برای کسایی که حالا شاید تازه وارد چنلت شده باشن، کسایی که نشناسنت، ببینیم که اصلا کی هستی شما. او من مهدی حمیدی، متولد 1370، 31 سالمه و تو زمینه گیم فعالیت میکنم. همیشه حتی اگه شغل دیگه به عنوان شغل اصلیم بوده گیم رو در کنارش داشتم و هیچ موقع گیم رو ترک نکردم. اولین باری هم که گیم زدم 4 سالم بود، تازه مثلا تونسته بودم حرف بزنم و اینا. عمو منو برد گیم نت محل، اون موقع آتاری داشت، از این آتاری اصلا هواپیما رو این ورمون برمیکنه. آره از اون موقع شروع کردم به گیم زدن. رفتم خونه گریه کردم گفتم آتاری میخوام و آتاری واسم گرفتم. گریه کم گفتم آتاری دستی میخوام. همینجور میکرو، سگا، پلیستیشن، کامپیوتر تا الان. تا الان که 31 سالمه روزی 7-8 ساعت بازی میکنم. خب حالا به اونجاش هم میرسیم. آره. سوال بعدی، من سوالام همه رو توی دفتر نوشتم، آماده اومدم که دیگه جنجالی باشه این ویدیو. در خدمتتون. خدا رحم. خب همه میدونیم که شما پابجی بازی میکنین دیگه، پابجی موبایل. اصلا چنل پابجیه، این کامل چنل پابجیه. دقیقاً. چی شد که اصلا شما پابجی رو شروع کردی؟ تولد دختر همسایه‌مون بود. هممون رفته بودیم خونه‌شون تولد، دیدم یه بچه‌ای داره یه گوشه بازی می‌کنه. بعد بهش گفتم این چیه بازی؟ گفت نمیدونم، اما همین الان اومده داخل اپ استور. گفتم همین الان اومده، ساعت تقریبا مثلا 3 شب بود اینطوری. گفتم خب چه جوریه؟ گفت نمیدونم، اسمش پابجیه، شاید مثل پابجی پی سی باشه. همونجا نصبش کردم، قشنگ روز اولی بود که پابجی اومده بود، همونجا نصبش کردم، پریدم داخل میلیتری. قشنگ من اون موقع نمیدونستم میلیتری، الان یادم میاد میبینم جزیره میلیتری. پریدم پیش پل، زون اومد، مردم. اصلا هیچم بلد نبودم برم جلو. یکی از یارامونم که میکروفون روشن کرده بود هی داشت به من توضیح میداد به زبان عربی که بیا تو زون، بیا تو زون. من نمیفهمیدم هرچی اون میگفت، من نمیفهمیدم، مردم. دیگه بازی نکردم تا سیزن دو رفتم خونه دوستان، دیدم 3 نفری دارم بازی میکنن، گفتم بیا بازی کن. یه ذره بازی کردم و اینا. سیزن 4 دیگه فهمیدم پابجی چیه و جدی بازی کردم. خب پس الان یعنی از سیزن اول، یعنی از همون سیزن 1 آره قشنگ همون اومد. آیدی اکانت اصلی منم که هنوز دارمش 9 رقمه چون خیلی قدیمیه. آره قدیمیه. خب یه سوالی که همه خیلی دوست دارن بدونن اینه که خودتو آیا یه پرو پلیر میدونی؟ فکر میکنی که بازیت خوبه، بازیت بده، پروی؟ نظر خودت به همون بده. من تا سیزن 19 یه پرو پلیر بودم. سیزنهای قبلش که مثلا تو ایرانم حقیقتشو میگم دیگه، من آدم خیلی فکت صحبت میکنم، مثلا هیچ دروغ نمیگم. تو ایران پینگ و اینا دیوایس ها بد بود، اصلا جز 5 تا 6 تا پلیر اول ایران بودم. مثلا سیزن 14 و اینا خیلی بازیم خوب بود. سیزن 19 مثلا کدیم 9.5 بود، اون موقع حتی مودم نبود که بری بمیری دوباره بیای. بازیم
عالی بود، بست بود. آره و اینکه همیشه یوتیوبرها، کسایی که پیجای بزرگ داشتن، تی دی ام داشتن، چیز حیثیتی داشتن، به من زنگ می‌زدن بیا تو اسکوادمون. ولی در حال حاضر بعد از سیزنی که تبدیل شد به هر سیزن یک ماه، دیگه پابجی رو دوست نداشتم، زیاد بازی نکردم. و میدونید همینجور که بچهای چنل میدونن، در حال حاضر فقط کلکسیون جمع کردن، اسکین جمع کردن رو دوست دارم، بازی کردن رو زیاد دوست ندارم. از یه جورایی زده شدی از بازی، از بازی کردن؟ شاید موقت باشه، شاید چون قراره که روی موبایل برگشت بدم، شاید رو موبایل باز دلم بخواد مثل قبلا پرو بازی کنم. ولی در حال حاضر خیلی به اسکین علاقه دارم، خیلی منتظرم اسکین بیاد. یه هفته اسکین نیاد بدنم میخوره. چی علاقه نداشته باشه؟ آره بعضی خود پابجی به خاطر پابجی شدم، ولی در حال حاضر من فقط به خاطر اسکیناش دوستش دارم. خب سوال بعدی یه سوالیه که بازم به نظرم خیلی پرطرفدار بوده، اینه که آیا تا حالا شما چیت زدی تو بازی؟ آره. خب چه چیتی زدی؟ نه کن، کسی نمیدونه که من چیت زدم، ولی خب من میگم اصلا با بچهای ویوور رفیقم، با کسایی که منو نگاه میکنن تو چنلم فالو دارم، اصلا نمیگم ویوورم من، فالوورم من، سابسکرایبرم، میگم رفیقام. با رفیقام اوکی هم واسه هم دیگه داریم محتوا میسازیم، حال میکنیم. سیزن 13 نگاه کن، هر کی میخواست بره کانک بشه منو صدا میکرد بیا کمکم کاورم، من میرفتم کاورشون، چون هم پینگم خوب بود از اولی که سیزن 2 من پینگم 20 بود. همیشه هم بست دیوایس ها رو داشتم، مثلا همیشه یا آیپد داشتم یا آخرین مدل آیفون، بازیم هم خوب بود. میرفتم کاور، یه سیزن یکی اومد گفت که میشه کاور فلانی باشی، ولی خب به خاطر اینکه دستت رمون باشه بیا بهت یه دونه چیتم بدم. گفتم چی تو چیه؟ گفت اسپکتر نصب میکنی رو تبلت، روی لپتاپ، هر انمی بیاد از 500 متری میبینی، لوتو میبینی، ماشینی میبینی، فلان میبینی. آقا نصبش کردم داخل لپتاپ، ببینم چقدر باحاله، ماشین دیگه دنبال ماشین نمیگردی، انمی یه دونه تکی پیدا میکنی، همه چی هست برای خیلی خوب بود. آره لوت، مثلا میرفتید تو مسکن مر نگاه میکنی خونه رو، خب اونجا که یه دونه M4 داره اونو برم بردارم، یه اسکوپ 6 میبره، دیگه مثلا نمیگشتی، خیلی بهم حال میداد اولش. بعد خیلی خوشگذشت بود. آره خیلی بهم حال داد، ولی بعد از یه هفته دو هفته، چون موقع موبایل پلیر بودم مثلا خونه من خیلی در حال حرکتم، بچهای چنل من میدونن هر ویدئوی من با یه دکوره، چون همش در حال حرکتم، این شهر اون شهر این شهر اون شهر. من خودم طرفدارشم بچه‌ها، من همه ویدیوهاشو دیدم اکثرا، این شهر اون شهر هم. به خاطر همین بعد با موبایل میرفتم یه جای دیگه بازی میکردم، قبلا اصلا انمی اصلا ماس بود، انمی رو میدیدم 3 ثانیه صندوقش میکردم، ولی دیگه به چیت عادت کرده بودم، دیگه میترسیدم بدون چیت برم بوت کمپ، بدون چیت برم پارادایس. خب یعنی چند تا سیزن این چیتو داشتی جانم؟ چند تا سیزن همینجوری پشت همین چیتو داشتی؟ کلن یه سیزن 2-3 هفته. yes. آره واسه رنگ کاپ بچه ها کمک کردیم، بعد دیدم خیلی رو بازیم اثر منفی داره، چون بدون چیت آره بدون چیت نمیتونستم بازی کنم، دیگه ترکش کردم، دیگه آپگریدش نکردم چیت رو، کلا 2-3 هفته با چیت بازی کردم. ولی چیت این نبود که مثلا طرف تو آسمون بره هدشاتش کنی فلان، چیت این بود که انمی رو میدیدی. بعد یه چیزی هم فهمیدم، نگاه کن هلیا، من چیزی که متوجه شدم، نگاه کن هلیا با ما میخوای ویدیو بگی اصلا نمیتونی حرف بزنی، همش من حرف میزنم. قرار با هلیا ویدیو خفن‌تری هم داشته باشیم جانم. آره عزیزم. خب پس این آقا اولا که ما این چیتو ریکامند نمی کنیم به کسی، شما چیت نزنید. من الان قشنگ دارم میگم که بازیتو ضعیف میکنه، نوبت میکنه، به درد نمیخوره. آره میدونی فقط به نظر من مثلا، خب منم خودم بازی میکنم، من خودم از سیزن 9 پابجی بازی میکردم و بازی میکنم همینجوری سره، و چیزی که هست اینه که به نظر من همه چیتو میزنن که یه جورایی فقط نشون بدن که ما هم هستیم و یه جورایی شو آف کنن به نظر من، و میگم دیگه اثر من همونجوری که مهدی گفت اثر منفی میذاره واقعا رو بازی تو، اما اولش حال میده فقط یه جورایی. خیلی خیلی بعد بازی ضعیف میکنه، اصلا ارزش نداره به نظر من چیت زدن، نوب باشی بهتره تا اینکه چیت بزن. خب آقا ما میریم سوال بعد، این که این سوال جنجالیه و بهت بگم که ممکنه که جواب ندی، خب خودم هم تو این مباحث هستم. سوال اینجاست،
از کدوم کانتنت کریئتور پابجی شما بدت میاد؟ بدم میاد؟ آیا جواب میدی؟ معلومه که جواب نمیدم. خب بچه ها یه الایت براتون گرفتم دوستان، جریمه شد نهتی. خب مثلا جواب نمیدید. من الان تقریبا 3 سال تو این کامیونیتی پابجی به صورت اینستاگرامر هستم. از اولش بودم، 4 سال پیشش هم بودم. چنل تلگرام داشتم، اونجا ویدیوهامو میذاشتم، یا اینکه مثلا فروش یو سی داشتم به کشورهای عربی. ولی تو این 3 سالی که اومدم قشنگ تو خود اینستاگرام و کامیونیتی، تا حالا یک بار با یک نفر حاشیه نداشتم و دوست ندارم داشته باشم. چه نیازی هست آدم انرژیشو واسه حاشیه بذاره وقتی میتونه انرژیشو واسه پیشرفت خودش بذاره؟ دقیقا دیگه خیلی خب. داستان دار بشه بلاک کنم. یه سوال شما جواب ندادی. اوکی یه لایت بچه ها نوش جونتون دیگه، آیدیا رو بنویسید، آیدیا رو کامنت کنید بچه ها. خب حالا همه بچه ها اصولا طرفدارات، حالا به قول خودت رفیقات که خیلی آره رفیقات، حالا بهتر طرفدار نگیم. سوال اینجاست که بجز سولسو، چون میدونستم که قطعا قرار سولسو رو بگی و خیلی رابطه نزدیکی باش داری، از کی تو بچه های حالا تو این کامیونیتی پابجی کلن، کسی که باشون دوستی، کسی که باشون در ارتباطی، از کی بیشتر از همه خوشت میاد؟ خوشم میاد، خوشم میاد مثلا آه. چی ویدیوهاشو ببینم؟ ببین حالا ویدیو دیدن به نظرم یه بحث دیگه است. این که مثلا با طرف کلن حال کنی یه بحث جداه. با طرف حال کنم؟ بیشتر حال میکنی. آره آخه بعضیشون تو ریل لایف هستن. مثلا نگاه کن تو ریل لایف بخوایم حساب کنی، فیفی خیلی باحاله، خیلی شاد، خندونه، بگیم بگو بخنده اینا. امیر حسین مثلا تو ریل لایف خیلی اوکیه، ولی اگر فقط توی مثلا پابجی بخوایم نگاه کنیم، من عموداریشو خیلی دوست دارم، مثلا استریماشو پابندشم و واقعا به نظر من کسیه که توی کامیونیتی، حالا بچه شاید ندارم معنی کامیونیتی چیه، جامعه ما توی جامعه پابجی ما عموداریش به حقش نرسیده، خیلی اذیتش کردن، براش فیک زدن، هی نمیدونم بلش کردن، بلش کردن. داریوش دوست خودم هم هست و به نظرم واقعا داریوش خیلی باید به بالاتر از اینا برسه و حقش خیلی بانمکه، خیلی فانه، من اصلا خوب استریماش میشم، خیلی خوبه. آره عموداریش خوبه. حالا گفتیم با کی مثلا خیلی حال میکنی، اینو که جواب دادیم. عموداریش. حالا سوال بعدیمون اینجاست که آره بهترین دوستات، خب دوست خیلی فرق داره با اونی که مثلا تو باش خیلی حال میکنی دیگه، به نظرت بهترین دوستت یا بهترین دوستات اگه مثلا تعدادشون بیشتره کلن تو همین جامعه پابجی از نظرت کیان؟ قطعا شماره یک امیر حسینه، بجز امیر حسین. با سمیرا خیلی اوکی هم، واقعا سمیرا داداشی منه. بعد با فیروزه خیلی اوکی هم. پسرها همه بچه های خفن. با عباس زونتله، با عموداریوش، با عباس عموداریوش، نمیدونم میترسم اسم کسی یادم بره، با حسین پابجی تور، با پابجیون، با اینا خیلی رفیقم، خیلی بچه گلی هم. حالا اگه اسم کسی رو یادت رفته دیگه بچه ها بدونید. با دانیال فردیتیم خیلی گلیه، خیلی با هم رفیقیم دیگه، با اکثرا رفیقم، با هیچ کی مشکل چنان ندارم. خب حالا میخوام که یه ذره این ویدیو رو ببریم تو حاشیه. من که میدونم علی حاشیه نیستی ولی بازم سوالو میپرسم. الایت میدم، نه جواب نمیدم. الایت من طرفدار بچه هام، اومدیم الایت ببریم. تا حالا میخوام ازت بپرسم که کسی بوده از حالا دوستا، کسی که حالا دوستت بودن قبلا تو همین کامیونیتی پابجی، کسی رو مثلا بوده باشه که بزنی کلا بلاکش کنی، اصلا باش دیگه حال نکنی بگی بابا این کی هست؟ نه کن بوده کسی رو من بلاک کنم، مثلا اومده حرف مفت زده بلاکش کردم، پیجش هم بزرگه، من اصلا اهل بحث و دعوا نیستم، بلاک میکنم. و بوده که کلی هم با هم رفیق بودیم، کلی هم کمک کردیم به هم و آنفالوش کردم، چون که مثلا دیگه یه بار بهش اختار دادم، گفتم داداش این کاری که تو میکنی غلطه، دو بار بهش اختار دادم گفتم بابا داداش این کاری که تو میکنی صحیح نیست، بار سوم آنفالوش کردم. آره بوده. خب پس بوده ولی اشاره نکردی. خب حالا این الان جزء الایتی حساب میشه؟ نگفتی اسم بگو، تو سوال نبود اسم. چرا
چرا دیگه من گفتم کجاش بدی گذاشت تو نمیشه کی؟ اسم کسی که باش مشکل داری آقا نمیخواد الایتاتون رو بده دو تا الایت جهنم و زهر دو تا الایت الان خب یه سوالی که واقعا به نظر من خیلی یا دوست دارم که راجبت بدونن اینه که تا حالا حدودن خب قیمت دقیقشو که نمیدونی اون مقداری که حالا هزینه کردی چقدر تا حالا حدودن فکر میکنی که خرج بازی پابجی کردی؟ نها کن توی اکانت و خرج کردن تو اکانت من یکی از قدیمی ترم یعنی نها کن اکانت قبلی من که همین چند وقت پیش فروختمش ویدوشن تو چنل هست کار 98 گودزیلا و اسکارلا و پاشو خودم واسه اکانت خودم از قبل گرفته بودم یعنی اولین گانهای آپگریدی بعد امفور یخی کار 98 اومد بعدش اسکارل اومد اینا رو گرفتم من توی خرج کردن تو پابجی جز قدیمی ترینم جورایی خیلی خرج کردی چون دو تا اکانت گفتی داشتی دیگه یعنی هم قبلی بوده الانت هم بوده دو تا اکانت قبلا داشتم اون اکانت اولیه رو هنوز دارمش چون که باش پابجی شروع کردم اون فقط براش انفور یخی رو مکس کردم اکانت قبلیم که اکانت چیزام بود کلی اینا رو جمع کن بگو راحت میتونم بگم 500 الی 600 میلیون تومان خرج پابجی کردم 500 الی 600 میلیون آره مثلا به نظر من بیشتره ولی دیگه واقعا هم فکر کنی شاید بیشتر باشه چون مثلا نها کن یه لباس آپگریدی که مکس بخوای بکنی 2000 یورو خرجشه 2000 یورو میشه 70 میلیون تومن لباس من تمام لباس های آپگریدی و من یا مکس داشتم یا کیل مسج داشتم یا مثلا ماشین مستر پیس رو بخوای بگیری میشه 60-70 آره. میلیون تومن من ماشین مستر پیس رو داشتم تمام لامبورگینی ها رو داشتم اکثر گانا مکس بودن کلی متریال من میگم 500 الی 600 میلیون پس بچه ها اینم ابهامات رفع شد حالا یه سوال خیلی 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 جذاب که خودم هم دوست دارم بدونم اینه که آیا الان کراش داری تو دختره پابجی؟ کسی هست که خیلی خوشت بیاد در حد این که مثلا کراش بزنی رو طرف؟ حالا به قول ایرانی کراش بزنی؟ اگر بخوام رو کسی کراش داشته باشم تو کامیونیتی پابجی نه رویش که کراش نه خب نه خب یه سوالی که به نظر خودم هم خیلی جالبه اینکه کیا توی این خب قطعا تو اینجایی که اومدی به نظر من که خیلی زحمت کشیدی و خب همیشه این زحمت ها همیشه کسایی بودن که حمایتت کردن سپورتت کردن همیشه پشتت بودن یه جایی که مثلا خب خیلی بی انگیزه شده بودی ناراحت بودی کمکت کردن اون آدم ها کیا بودن برای تو که به پیشرفتت کمک کردن قطعا بیشترین تأثیر رو اکسم داشت چون که توی زندگی شخصی تونست مثلا خیلی کمکم کنه خیلی به جلو هلم داد تو اون چند سالی که با هم بودیم بعدش دوستان بودن یه زهرا هست ادمینم هنوزم ادمینم اون خیلی کمکم کرد پریا دوستم از اولین دوستای من تو پابجی اون خیلی کمکم کرد اینا ما اوایل استریم هم میومدن استریم هم کمکم میکردن و اینا بعدش دیگه تو اینستاگرام سولو بودم تو اینستاگرام به جز همه ایکس هم که گفتم همیشه تو کل مراحل بام بود تو اینستاگرام سولو بودم بس یه جورایی خب به جز افرادی که حالا هممون میشناسیم اولا که خودت کلا تو اینستاگرام اومدی بالا بقیش هم که افراد شخصی این تو اینستاگرام بود حالا تو یوتیوب فرق میکنه آره. تو یوتیوب امیر حسین همیشه آره. کمکم آره. میکنه خیلی جالب بود حالا اصلا به اینجا رسیدیم که گفتی که خب تو اینستاگرام اومدی بالا تنها اومدی بالا پیشرفت کردی اصلا چی شد که تصمیم گرفتی پیج پابجی بزنی؟ من قبلا چنل تلگرام داشتم ویدیو میذاشتم اینا بعد یکی از بچه ها اومد بهم گفت که چرا استریم نمی کنی؟ تو که بازیت انقدر خوبه ایش که تو ایران مثل تو بازی نمی کنه فلان گفتم خب باشه بذار بریم استریم کنیم رفتیم استریم کردیم توی آپارات 3 سال پیش اونجا هم 1 سال استریم کردم دیدم آینده نداره اصلا استریم کردن آنچنان آینده نداره باید بیام داخل اینستاگرام الان اون موقع هم تب اینستاگرام تو ایران بود و همه اینستا و اینجور چیزا گفتم خب بچه رو منم نرم اومدم شروع کردم یه تیزر خیلی جذاب درست کردم
دادم یه دختر گل واسم یه تیزر خیلی خوب درست کرد، با همون تیزر نزدیک 3 تا 4 هزار تا ویدیو گرفتم، فالوور گرفتم. بعدش شروع کردم تبلیغ دادن نسبت به اون زمان. آره هم خیلی تعداد زیادی 3-4 تا. البته تیزر رو به همه دادم، به پاپ جیران دادم، به هارو گیمرز دادم، به اینا همه دادم که برام بذارن. بعدش عرضم به خدمتت یه شب نصف شب بود، عطرو یه ویدیو داد، من چون عربیمو فول هستم مثل فارسی صحبت میکنم، اومدم زیرنویسش کردم گذاشتمش پیج، نزدیک 50 که ویو خورد. آره قشنگ رفت تو ناموس اکسپلور. بعد دیگه گفتم بذار پر موقع عطرو میاد زیرنویس کنم. آقا من زیرنویس میکردم 70 که ویو میخورد، زیرنویس میکردم 90 که ویو میخورد، زیرنویس میکردم 100 که ویو میخورد. دیگه همینجور شد چنلم 20 تا 25 تا. پیج اینستاگرام هم دیگه رسید به 20-25 تا. گفتم بذار خودم ویدیو محتوا سازی با صدای خودم و تصویر خودم اینا درست کنم. تا 100 تا اینجوری درست کردم. پیجم هم یکی از بهترین پیجای ایران بود، میانگین لایک هم 23 تا 24 تا لایک بود. الان خیلی پیجم ضعیف‌تر شده و چندین ماهی که پست نمیذارم، دلیلش هم اینه که ریپورتمون کردن به خاطر اسم پاپ جی، یه ماه پیج بسته شده بود، مجبور شدم اسمش رو عوض کنم. بعد که اسمش رو عوض کردم دیگه انگیزه نداشتم توی اینستاگرام فعالیت کنم، فعالیتم بردم توی یوتیوب. آره کامل قشنگ سوال میپرسه، یه ثانیه 6 ساعت من کامل توضیح میدم. اتفاقا خوبه که اینجوری بسن با جزئیات جواب میدی. حالا اصلا سوالمون اینجاست که چی شد این اسم اکانت تو و حالا یه جورایی لقبت شد، یعنی از اسم اکانتت دیگه همه بهت میگن مهدی پاپ جی فارسی دیگه، اصلا چی شد که این اسم انتخاب شد؟ چی شد که اصلا اسمت گذاشتی پاپ جی فارسی؟ پاپ جی فارسی برند پاپ جی فارسی رو می‌خواستم بردارم، چون که بعد پاپ جی همه تو یوتیوب فارسی رو چک می‌کردن، ولی تو اینستاگرام برندش رو یکی برده بود بعد دیاکتیو کرده بود اینستاگرامش، اسمش قابل استفاده نبود. به فکرم خورد که فارسی خودم بیام برند کنم، دیگه نمیتونم برند فارسی استفاده کنم، فارترتی رو بیام برند کنم و شروع کنم به برند کردنش. الان ماشاءالله یکی از هشتگ‌های قوی اینستاگرام. بله بله 100%. خب حالا یه ذره میخوایم سوالا رو شخصی ترش کنیم یه جوری. باز لایت بدم؟ اینکه نه اینو جواب میدی. سوالمون اینجاست، حاضری کسی که خیلی دوستش داری واسه یه پول بذاری کنار؟ سوال جنجالی. اولش میگم نه، بعد میگم اگه پول خیلی زیاد باشه. آره چقدر پول مثلا؟ چقدر پول مثلا؟ ببین یه چیزی که مثلا تو هدفات نیست، خب آدم مثلا واسه هدفاش یه چیز یه مثلا واسه 10 میلیون یورو حاضرم رفیقمو بذارم کنار. 10 دیگه نمیخوام دروغ بگم، آقا دروغ نمیگم، 10 میلیون یورو بهم بدین میذارم کنار. آقا امیر حسین هم مثلا بهش 10 میلیون یورو بدم منو بذاره کنار، من ناراحت نمیشم. نمیدونم بقیه دوستام اینجا هستن ایکس ایگرگ، هر کی بهش 10 میلیون بدم به خدا اگه ناراحت بشن خوشحالم، 1 میلیون هم خوشحال میشم، ولی مبلغ بالا باشه. آره مبلغ بالا باشه. خانواده نه، خانواده اصلا قیمت نداره، ولی رفیقو میشه. آره خانواده که نه اصلا به هیچ وجه، ولی رفیقو میشه یه کاریش. خب الان میخوایم بازم ببریم چالشی تر کنیم این سوالا رو، این که آیا بوده تا حالا با کسی که حالا از بچهای کامیونیتی پاپ جی بوده، از دخترا باشه، دوست بشی، یعنی که مثلا وارد رابطه بشی؟ و حالا نمیگم کی، فقط اینو جواب بده که بوده، آیا معروف بوده یا نه. ست تا الایت میدم. سوال بعدی مکس رو داشتید بچه؟ این مکس خیلی معناها داره، کامنت کنید این معنای چی بود. سوال بعدی پس 3 تا الایت شد. آره. سوال بعدی که اینم بازم خیلی 450,000 تا مردم میان یوتیوب درآمد کسب کنن، 450,000 تا ما الایت شد، ما داریم پول میدیم. خب الان تو رابطه یا نه؟ الان تو رابطه نیستم، سینگل. دخترا کامنت بذارید. الان آمادگی رابطه هم ندارم، میخوام ادامه تحصیل بدم. ادامه تحصیل. خب یه سوال که من خودم هم دوست داشتم بدونم این که درآمدت کلن چقدره؟ از پاپ جی، از یوتیوب، از اینستاگرام، از جاهای دیگه درآمدت تو به من میگی یا الایت چهارم؟
درآمدم میگم مشکل ندارم. نه کنید من کلا یوتیوب مایی بهم 1000 تا میده، 1000 یورو که 25 درصدش میره واسه مالیات، شاید هم 30 درصدش 700 یورو واسم میفته. آها یعنی من مالیات به دولت آلمان 100 درصد 100 درصد به عنوان یه کار فول تایمه. آره 100 درصد. این 700 یورو هم یه پولی میذارم روش، یوسی میخرم و تو اکانت بچه‌ها یوسی میذارم و تو اکانت خودم یوسی میذارم. کاملا منفیه یوتیوب واسه من، عشقیه، یوتیوب رو عشقی میرم جلو. یعنی من حاضرم مثلا همین الان مانیتایز چنلم رو قطع کنم ولی سابسکرایبامو دو برابر کنم. یوتیوب کاملا واسه من عشقیه، کاملا، و خیلی دوستش دارم یوتیوب رو، چون نه ریپورت میشه کرد نه میشه مثلا علیکی جلو کار کسی رو گرفت، به خاطر قوی بودنش خیلی دوستش دارم. آره دقیقا. درآمدی از یوتیوب ندارم. حالا از اونجایی که گفتی الان تو رابطه نیستی، ما یک سوال بسیار بسیار جذاب اینجا داریم برات. اینکه چی توی جنس مخالفت شما رو جذب میکنه؟ برامون توضیح بده. جنس مخالفم چی منو جذب میکنه؟ من خنده طرف مقابل خیلی آره، لبخندش خیلی واسم مهمه. حالا مثلا طرف اندام نداشته باشه، لبخند خوبی داشته باشه، خیلی منو جذب میکنه. چجاله قشنگ تو دهان و دندانم من. خب دهان و دندان. خب آقا برای سوال آخرمون یه سوال بسیار 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 جنجالی که حالا سن به قول خود طرفدارا رفیقا اینا یه ذره پایینه، ولی من یه سوالو میپرسم. آخرین بار کی؟ دیگه خودت بقیشو میدونی. حف قول دادم که ویدیو رو ادیت نکنم. چهار تا امروز چند دومه؟ چند شهری بره؟ من واقعا خبر ندارم. فکر کنم امروز 18 19 شهری بره. آها دارید به اون آشه. یه 5 6 روز پیش دیگه چیکار کنیم؟ همین ست لایت بس، خدایش دیگه ندارم بیشتر لایت بدم. اوکی مرسی از اینکه این سوال ها رو جواب دادی. من به عنوان اینترویور مصاحبه کننده دیگه چند تا الایک شد برای بچه ها؟ ست تا دیگه، ست تا نه بابا، ست تا من رو دیدی هم چهار تا پنشه. مرسی که این سوال ها رو جواب دادی و سوال خیلی از بچه ها دوستا رفیقا بود. بله بله، مرسی که اومدی و تو ویدیو با هم گرفتیم. حالا دیگه زیادم قراره که بازم ویدیو بگیریم. و برای بچ به نظرتون سوال ها کافی بود یا سوال های دیگه دارید؟ میخوام همچین ویدئویی رو تو چنل دوم هم بذارم. اگه سوالی دارید هم میتونید این پایین بنویسید، تو چنل دوم هم میتونم به اون سوال ها جواب بدم. و خیلی ممنون که تا اینجای ویدئو همراه من بودید. ویدئو رو حتما لایک کنید، چنل اگه سابسکرایب ندارید سابسکرایب کنید و حتما یه کامنت بذارید که سوالتون نپره. تا ویدئوی بعدی، خدا نگهدار.